مهرام ایشترین، درودهای من تقدیم تو هموطن بسیار نازنینم که نظارگر این برنامه هستید. سعید سکویی هستم که از طریق آنتن جهانی رادیو تلویزیون آریامر که از شهر لس آنجلس کالیفرنیای جنوبی ایالات متحده آمریکا در این روز یک شنبه میهمان منازل شما عزیزان نازنینان هموطنان خوب و دوست داشتنیم هستم. روی ماه تک تک اونهایی که سرشون به تنشون میارزه و عشق به وطن مامه وطن ایران دارند رو هزار بار از راه دور میبوسم و با مرگ بر مزدوران و جیرخاران رژیم اسلامی و مرگ بر حکومت دجال، مردم ستیز، خونخوار، جنایتکار، رژیم دست نشانده و اشغالگر اسلامی آغازگر برنامه امروز خواهم بود. هموطنان بسیار نازنینم، وظیفه خودم میدونم که از تک تک شما عزیزانی که در طول 3-4 روز گذشته چراغ این سنگر رو روشن نگه داشتید و اجازه ندادید خاموش بشه و در واقع مثل شیر قرآن بالا سر این جبهه، این سنگر ملی مردمی، این تنها سنگر مبارز، تنها سنگر دشمن رژیم اسلامی در کلیت و در تمامیتش، تنها سنگری که فریاد مرگ بر کلیت و تمامیت رژیم اسلامی رو فریاد میزنه 2 سال تمامه، عده‌ای از شماها ایستاده اید و مقاوم این کوله بار سنگین رو در این اوضاع و احوال بد اقتصادی همچنان دارید میکشید و ادامه گره این راه خطیر و بزرگ تاریخی هستید. از آنجایی که دل من، دل تو، قلب من، قلب تو با دل و قلب ملت ایران و با تپش قلب آنها میزنه، از آنجایی که تنها رسانه ملی مردمی و تنها سنگر مبارزاتی هستیم که روی خط شرف داریم حرکت میکنیم و مبارزه میکنیم، تمام شرایط کارمون رو در روز جمعه من با آریان وطنخواه ایمیل هایی که از طرف ستلایت دریافت کردیم، بیش از 55,000 دلار بدهی و یک چیزی نزدیک 30,000 دلار اول برج بهش اضافه میشه، توافق کردند که 25,000 دلار از ما فعلا دوشنبه بگیرن تا دوباره تا اول برج ما بتونیم یک 25,000 دلار دیگه به اونا بدیم که حالا خدا میدونه اون رو چگونه باید تهیه بکنیم، اما فعلا بایستی این 9,850 دلار رو تا 24 ساعت دیگه، معذرت میخوام، تا 48 ساعت دیگه یعنی قبل از ساعت 12 ظهر دوشنبه ما به ستلایت کمپانی وایر کنیم. شک و تردیدی ندارم اونهایی که دلشون برای ایران میزنه، اونهایی که عشق به ایران دارن، اونهایی که از شالاتان بازی ها و حقوق بازی ها خسته شدن، اونهایی که دیگه تک تک رسانه های برون مرزی رو شناختن و میدونند کجا ایستادن و چه میکنند، این سنگر رو محافظت خواهند کرد. سربازان این سنگر که نیازمند فشنگ، تفنگ، گلوله است، سوخته، اون رو بهش میرسون. هموطنان بسیار خوبم، آنچه که در این رسانه داره میگذره، آنچه که داره در این رسانه اتفاق میفته، کاری که این رسانه داره میکنه، این سنگر مبارزاتی داره میکنه، اصلا قابل مقایسه با رسانه های دیداری، شنیداری و گفتاری در برون مرز نیست. رسانه ایست که هدفش روشنه، رسانه ای که مسیرش مشخصه، سنگری که علناً میگه ما خواهان براندازی و سرنگونی رژیم اسلامی در کلیت و تمامیتش هستیم و خواهان نابودی و مرگ سردمداران این رژیم از هر گروه مافیاییش که میخواد باشه
مشارکتی باشه، مؤتلفه باشه، اصولگرا باشه، اینوری باشه، اونوری باشه. چون با تمام ذرات وجودمون اعتقاد داریم اینها همه دستشون در یک کاسه است، سر یک سفره نشستن و برای بقا و استمرار این رژیم و منافع اربابانشون دارن کار میکنن. یک ایمیلی دریافت کردم که دوست دارم این ایمیل رو برای شما بخونم. این اظهار نظر هموطنی است که دیدش نسبت به رسانه‌های برون مرزی خیلی خالصانه و مخلصانه نوشته که برای شما قرائت خواهم کرد. اما قبل از اون می‌خواهیم بریم و نشون بدیم به اونهایی که ندیدند، رسانه، سنگر ملی مردمی، آریامهر کجا ایستاده و تفاوتش رو با رسانه‌های خونسا، با برنامه‌سازهای خونسا، مماشاتگر، جلوه‌هاش رو به رخ وطن پرستان و دشمنان ملت ایران بکشه که ما کجا ایستادیم و چگونه در ارتباط با این رژیم و رهبرانش، سردمدارانش میاندیشیم. هیچ تعارف و رودربایستی هم با هیچ احدی نداریم، با هیچ سیاستمداری، سیاستبازی، قاپریز سیاسی، مهم نیست اون شخصیت کیه، هیچ شوخی نداریم، با مردم بازی نمی کنیم. 31 سال مردم رو سر کار نگذاشتیم، دل مردم رو نشکستیم، امید واهی به مردم ندادیم، چه در برون مرز و چه در درون مرز، خصوصا دستمون در قتل و غارت و چپاول این رژیم مستقیم و غیر مستقیم دست نداشتیم، چون نفرت ازشون داشتیم. هر شخصیت سیاسی که در برون از مرزهای ایران آنطور که باید و شاید بسته به وزنه سیاسیش عمل نکنه، داره به ملت ایران و تاریخ ایران خیانت میکنه. مهم نیست کیه، چی کار است، اسمش چیه، فامیلش چیه، مهم اینه که توقع مردم از اون شخصیت تا چه حده. آنچه که امروز بیش از هر زمان دیگری ملت ایران بهش احتیاج داره، نیازمنده، یک رهبریه، یک رهبری قاطع، یک رهبری منسجم و در صحنه بودن و عمل کردنه. ملت ایران نشون دادن که آماده براندازی و سرنگونی رژیم اسلامی هستند و در 10 ماه گذشته به صورت میلیونی به خیابان‌ها آمدند، اما در درون رژیم اسلامی با اپوزیسیون سازی در درون خودش، همون حقه و کلکی که زمان خاتمی زد، این بار با موسوی و سبز و اینگونه مسائل، و در برون مرز شخصیت‌های سیاسی، رهبران سیاسی با خیانت بی‌دریغ خودشون به اون مردم و نبودن به اندازه کافیشون در صحنه، تن دادن به مصاحبه‌ها و کنفرانس‌ها و حرف‌های تکراری، ما می‌بینیم که باز داره به ملت ایران خیانت میشه. پس این رسانه است، این آریامهره که داره نقش واقعی اپوزیسیون برون مرز رو یکتنه ایفا میکنه. این رسانه، این سنگر مبارزاتی و ملی مردمی آریامهره که در طول 10 ماه گذشته توانست با ملت ایران همگام و همصدا به خیابانها بیاد و فریاد مرگ بر حکومت اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای، خامنه ای قاتل، ولایتش باطله، نه احمدی نه موسوی، لعنت به بیت رهبری. و همین رسانه است که از امروز اعلام میکنه برای 11 اردیبهشت روز کارگر دوباره مردم رو به خیابانها میکشه. تو این دانشگاه و توی اون نمیدونم جاد این بر اون بر نمیریم مصاحبه و کنفرانس بذاریم که به اندازه یک دوزاری نمیارزه، مردم رو به خیابون ها میاریم و سعی میکنیم رفته رفته خط به مردم بدیم و با مردم هم صدا و همگام، همچون 13 آبان، 16 آذر، روز قدس سابق و عاشورا، این ملت رو، این آتش نهفته زیر خاکستر رو دوباره شعله هاش رو به آسمان بکشیم.